سید نصرت بیگم امین، ملقب به بانو امین، عارف و مجتهد نامی سال 1274 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. او که از کودکی شیفته علم بود، حتی بعد از ازدواج و با وجود به دنیا آوردن 8 فرزند که همه آنها به جز یک نفرشان را از دست داد، به تحصیل علوم دینی و فقهی پرداخت. آیت الله میرسیدعلی نجف آبادی در وصف بانو امین فرمودند: روزی که شنیدم فرزندشان فوت شده، فکر کردم خانم دیگر درس و تحصیل را تعطیل خواهد کرد. ولی دو روز بعد خواستند برای تدریس به منزلشان بروم و من از علاقه ایشان به درس و تحصیل سخت تعجب کردم. بانو امین اولین کتابش اربعین هاشمیه را با محوریت ترجمه و تفسیر 40 حدیث از 14 معصوم نوشت. این اثر چنان باعث شگفتی علمای شیعه شد که ایشان حدوداً در 40 سالگی به درجه اجتهاد رسید. زمانی که رضاخان دستور منع حجاب داده بود، هر هفته چهارشنبه چند صد خانم چادری برای شرکت در جلسات تفسیر بانو امین راهی منزل او می شدند. این بانوی مجتهد که مدرسه فاطمیه را برای دختران و مکتب فاطمیه را برای زنان مشتاق دانش تأسیس کرده بود، به دختران جوان چنین می گفت: خوب است زمان عقد ادامه تحصیل را شرط ضمن عقد کنید. دختران درس خوانده مادران فهمیده تری هستند. این مجتهد وارسته و نویسنده کتاب‌های جامع الشتات، معاد و تفسیر مخزن العرفان 23 خرداد سال 1362 خورشیدی در اصفهان درگذشت.